سلام، منزل های پاشایی. تو به جای منم داری زج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر غصه شدی، نزو خسته بشم نگو خسته شدی. همیشه به مدیر برنامهش میگفتم من نگران سلامتیشم، نمیدونم چرا. نگران منی که نگیر دلم، واسه دیدن تو داره میره دلم. نگران منی مثل بچگیام، تو خودت میدونی من ازت چی میخوام. این شعره که میخوام گفتم مرتضی چجوری انگار داری با من صحبت میکنی. و آره دیگه، خب یه جورایی هم شما هم با خدا مثلا یه حس معنوی داشتی. دلم دیگه دل تنگیش میشماره، هنوزم به جاسا کسی را ندار. بیشتر خب همین آخرین نگران منی اون حس و حاله که همه میگفتن انگار مثل که برای شما خونده. اینا خودش میگفت که من از تک لحظه های عمرم، حتی و زمانی که دارم قدم میزنم، از تک تک لحظه های خود عمرم استفاده میکنم و لذت میبرم. علی رغم اینکه شیمی درمانی بسیار سخته، همیشه سرشار از امید بود. من خودم هم هیچ وقت به از روحیش روحیه میگرفتم. مثلا صحبت میکردیم هیچ وقت راجبه مثلا مرگونه اصلا نه فکر میکردیم نه راجبش صحبت میکردیم. تا آخرین لحظه من امید داشتم، اونجا خب خدا من اینجور مقدر کردن. یه غرور یخی، یه ستاره، یه سر، یه شب از همه چی به خدا گله کرد، یه دفعه به خودش. این وقت به مادرش میگفت که من ترش میکنم. یه روز من گفت که من رفلکس معده دارم. دو مرتبه رفلکس، امروز هم رفلکس معده دارم. هم آن کردن با آقای روحانی و رفته بودم بیمارستان نیکان رو. دکتر گفته بود بعد از آزمایش گفته متاسفانه توموره. به خودش پنهان نکرده بودم، بهشون گفته بودم و پنهان نکرده. گفتم بلافاصله باید عمل بشه. تقریبا کار از کار گذاشته. مگه میشه باشی یا تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم. دوسته بود آخری که یواش یواش هوشیاریش رو کرد دست میداد و دیگه ارتباط کلامی نداشت، اما میشنید. وقتی که بهش میگفتیم که مرتضی اگر میخوای مبارزه بکنی با این بیماری دست ما رو فشار بده، این دست اطرافیان رو فشار میداد، یعنی واقعا میخوام مبارزه بکنم. روحیه جوانمردی داشت. اگر یه جایی نگاه میکردیم که میدید که مثلا اون تهیه کننده یا کنسرت گذار ضرر کرده، اون کرایه هواپیماشو میگیره، اون من نخواستم. راضی نمیشد که اونجا تهیه کننده ضرر بکنه. به محضی که یه مقداری حالش خوب میشد، بلافاصله خودش رو آماده میکرد برای کنسرت های بعدی. من 30 سال باشم یا 80 سال، من اوکی هم، برای اینکه نه به کسی ظلم کردم، نه کاری کردم که باعث این باشه که برم اونجا نگران باشم. من تمام کارهایی که میتونستم در این دنیا انجام دادم.